آیا با استعفای چاک هیگل وزیر دفاع امریکا سیاست های دولت و استراتژی ارتش امریکا دستخوش تغییر بنیادی می شود؟ شهروندان امریکا در واشنگتن در این خصوص چه می فکر نمی کنم در سیاست ها تغییر بنیادی ایجاد شود. بنابراین رئیس جمهوری کسی را انتخاب خواهد کرد تا مسیر و سیاست او را دنبال کند. استفای او نابجا بود. متاسف شدم. چاک هیگل تنها وزیر دفاعی بود که در یونیفرم سربازی در جنگ ویتنام جنگیده بود اما ظاهرا این گذشته پربار زیر سایه برنامه های غیر شفافه او کم اهمیت شده بوده است tried... هیگل هر آنچه می توانست را انجام داد برخی اشاره کردند که انرژی کاری او آنگونه که باید متناسب با سماتش نبود است اما او با وزرای دفاع پیشین مثل باب گیتس و لئون پانتا مقایسه میشود اینها افرادی شناخته شده و توانا بودند هگل نباید با این افراد مقایسه شود. براک اوباما به زودی چهار رومین وزیر دفاع دوران ریاست جمهوریش را تعیین خواهد کرد و جمهوری خواهان مجلس سنا در جلسه تایید او به استراتژی اوباما در اوکراین، سوریه و عراق خواهند تاخت. هر آنکه بر جای هگل می نشیند باید نه تنها در واشنگتن موافقت کارگزاران در قدرت را به دست آورد بلکه باید احترام مردان و زنان یونیفرم پوش ارتش نیز جلب کند.